و اما خبر آخر سخنگوی وزارت کشور عراق گفت طرح خانه مودت به امنیت عراق کمک می نماید سرتیب سعدمن سخنگوی وزارت کشور و مدیر رسانه و ارتباطات عراق طی سخنانی با اشاره به طرح خانه مودت با هدف تسهیل ازدواج جوانان عراق گفت این طرح می تواند نقش چشمگیری در تأمین امنیت عراق ایفا نماید به گزارش شیعه وی طی بازدید خود از غرفه مجمع رسانه امام حسین علیه السلام و مؤسسه فرهنگی و نیکوکاری مصفال حسین علیه السلام در نمایشگاه بین المللی بغداد افزود: آمارهای اجتماعی امنیتی نشان می دهد که افراد متعهل کمتر از افراد مجرد مرتکب جنایت می شوند. جنایتی که اکثرا در بندی اقدامات تروریستی قرار گرفته و نظم عمومی و امنیت جامعه را تضعیف می نمایند. سرتیب سعد در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای های مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصبال حسین علیه السلام در رابطه با اجرای فرهای های سازندهی مانند خانه مبتد تأکید کرد اداره مرکزی رسانه و ارتباطات در وزارت کشور عراق از این طرح مفید و ارزشمند حمایت می نماید. طرح خانه مودت یکی از طرحهای اجتماعی مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصفال حسین علیه السلام در کشور عراق است که با هدف آسانسازی ازدواج برای جوانان و ریشکن نمودن معزل تجردگرایی راه اندازی شده است. در این طرح بدون در نظر گرفتن قومیت یا مذهب جوانان کمک های مادی و فکری در اختیار آنها قرار داده می شود تا ازدواجی آسان تر را تجربه نمایند. شنیده ذکر از مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مسبال حسین علیه السلام یکی از مؤسسه های مرتبط با مرجعیت شیعه آیت الله رازی شیرازی مدزلو در کشور عراق است.